فرزاد جان، میدونی زندگی چیه؟ آیا زندگی فقط همینه که صبح از خواب پاشیم و دوباره شب بشه بخوابیم و از وقتی که از خواب پا میشیم فکرمون، ذهنمون فقط درگیر مسائل دنیوی بشه، به مسائلی فکر کنیم که زمانی که نفسهای آخر رو میکشیم هیچ کدوم به دردمون نخواهد خورد، چه مدرک تحصیلی باشه، چه ثروت باشه و چه لذایز دنیوی. آیا کسی هست که نمرده؟ آیا کسی هست که وقتی نفسهای آخر رو میکشه تمام اون چیزهایی که بهش رسیده در زندگی بتونه با خودش ببره؟ این که آدم باید یه مقداری از وقتش و از عمرش رو صرف نگهداری از این هویت دنیویش بکنه درسته. باید غذایی بخوره، باید مواظب این جسم و جانش باشه، ولی هدف از خلقت انسان اون هویت طبیعیش به تنهایی نیست. اون هویت طبیعی همون حیوان هویتیه که حیوان اسیرشه. اگه انسان بخواد همه وقتش رو صرف نگهداری از هویت طبیعیش بکنه و لذایز طبیعیش و غرایز طبیعیش، هیچ فرقی با حیوان نداره. از دید من انسان یه عشقی در وجودش هست که این عشق در بودن خودشه، عشقیه که به خودش داره، در خودش هست، عشق بودنه. وقتی اون عشق شکوفا بشه نتیجتاً از همون لحظه که انسان از خواب پا میشه تا زمانی که میخوابه با اون انرژی که اسمش عشق زندگی میکنه، ذهنش، افکارش مملو از عشقه و اون عشق حسیه که میتونه همه رو دوست داشته باشه، حتی کسی که خودش رو دشمن آدم میدونه. اون یه حسه که وقتی آدم اون حس رو تجربه میکنه در درون خودش با همه چی در صلح، میخواد مرگ باشه، میخواد مریضی باشه، میخواد درد باشه، هر چی باشه. و انسانی که اون عشق رو که در درون خود انسان هست تجربه بکنه، از خودش آثاری به جا میذاره که مثل نور خورشید باعث نورانیت میشه، باعث گرما میشه و این گرما و این نورانیت در محیط اثر میذاره.
مثل خیلی آدم های خارق العاده تاریخ بشری که میبینی صدها ساله و هزاران ساله که مردند و دیگه نیستند، ولی اون نوری که از خودشون ساطع کردند و اون انرژی که از خودشون ساطع کردند ثمرش هنوز که هنوزه در قلب انسان ها مونده، هنوز که هنوز اون انرژی، اون نورانیت تأثیر خودش رو در محیط حفظ کرده. برای مثال وقتی به آثار مولانا فکر میکنم یا آثار بزرگان دیگه، حتی انسانهایی که خلاق بودن، اختراعاتی کردن، کشفیاتی کردن، یا انسان‌هایی که اهل هنر بودن، اگر اون آثارشون بر اساس اون عشقی بوده که در درون خودشون حس کردن، آثار با نفوذی بوده و همیشه تأثیرش در محیط باقی مونده، خوش به سعادت اون انسانی که اون عشقی که در درونش ذاتاً وجود داره شکوفا شده و بر اساس اون نورانیت و گرمایی که از خودش ساطع کرده در آینه مخلوق خودش حس بودن خودش رو حس میکنه. ارزش‌های بیرونی مثل آینه میمونن که انسان هرچی میبینه یا حس میکنه در واقع تصویر خودش در آینه است. انسانی که اون عشق درونی رو حس بکنه و شکوفا بکنه، نتیجتا نوری از خودش منعکس میکنه که اون نور رو در آینه محیط میبینه، حس میکنه و از بودن خودش، از هستی خودش لذت میبره. این انسان، انسان عاشقه، انسانی که عاشق و معشوق در درون خودشه. البته به اونجا رسیدن مراحلی داره و آسون نیست، برای اینکه انسان هدفش از خلقتش همون عشقی است که در وجودش هست، که اصطلاحاً بهش عشق خدایی میگن. اصطلاحاً میگن خدا انسان رو به خاطر عشقی که در وجود خودش هست خلق کرده، ولی انسان در این مراحل رشد، در مرحله اول خودش رو جدا از محیط حس میکنه، ذهنش درگیر محیط هست و اون اثری که از محیط در وجودش حس میشه که در حقیقت
باز برمیگرده به حس درون خود انسان و اون انرژی که از خودش منعکس میکنه. ولی در اون مرحله از هستی انسان خودش رو از محیط سوا میدونه، جدا میدونه و نتیجتاً خیلی از ارزش‌های ذهنیش و احساساتش رو ثمره محیط میدونه. و اگر این احساس در وجودش احساس تلخی است، احساس بدی است، احساس ناراحت کننده است، محیط رو مقصر میدونه، دیگران رو مقصر میدونه. ولی در حقیقت اون حسی که داره چیزی به جز انعکاس هویت خودش در محیط نیست، ولی در اون مرحله از هستی قادر به درک این مطلب نیست، چون در حال رشده، چون مرحله اول رشد انسان بر اساس عقلی که درش رشد میکنه شناختن محیطه. نتیجتاً خودش رو سوا از محیط میدونه و حتی اون حسی که بهش عشق میگه و اون حس جذابیت و رضایت رو در محیط جستجو میکنه. در جستجوی یک معشوقه است که اون رو در محیط جستجو میکنه، در دیگران، در جنس مخالف. و زمانی که اون معشوقه رو پیدا میکنه خودش رو عاشق حس میکنه و هدفش از زندگی چیزی به جز رسیدن به معشوق نیست. ولی زمانی که به اون معشوق میرسه و اون حس عاشق بودن که وابسته به معشوق بیرونی بوده به مرور یک نواخت میشه، اون به علت اینه که هنوز خودش رو اون حس درونی خودش رو جدا میدونه از محیط. نتیجتاً تمام نیازهاش و اون حس من خودش رو در رابطه با محیط میخواد به دست بیاره. ولی زمانی که انسان متوجه شد که محیط چیزی به جز آینه خود اون شخص نیست و اون حسی که در وجود خودش بر اساس اون ارزش ها و اون هویت ذاتی که همون عشق هست، وقتی حس کرد که اون حس در درون خودشه و اون رو باید شکوفا کنه،